Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? بارون یک ریز و هوای ابری، یه پنجره که رو به کوچه بازه، از اون دقایقی که ساده میشه آدم به یه غریب دل ببازه، از اون روزایی که دلم نمیخواد خاطره هام دوباره جون بگیره، دلم میخواد با یه دروغ ساده ثانیه ها رنگ جنون بگیره. چه قراره سعی مدرس بهتری کنه؟ یعنی ما که سعید مدرس رو تو مارکت مجاز همون جایی میبینیم که قبلا دنیای وارونه برده بود سعید مدرس اونجا. حالا من فکر کنم با این مصاحبه که پخش بشه شما رو بهتری کنید. نه با چیزی نگفتیم. کی؟ جدا مثلا تو پلن ذهنتون کیه؟ ببینید من فکر میکنم از پارسال. به هر صورت من یه ارزیابی از اتفاقات اطرافم دارم. من فکر میکنم از پارسال تا الان به شدت این منحنی شیب سعودی گرفته. اینو از اینستاگرام میفهمم، از فضای مجازی میفهمم، از ایمیل ها میفهمم، از بوردی که پیدا کرده کارام تو جامعه میفهمم. و من معتقدم که خب میدونی این مثل یه اون اتفاقه یه لحظه است. شما زمینه رو ممکنه آماده کنید مثل یه اتاقی که پر از گازه، دیگه رو منتظر یه جرقه است. تا قبل از اون همه چیز شاید عادی باشه. یعنی تو الان همه چیز رو چیدی و منتظر جرقه؟ آره، من اتاق پر از گاز کردم، درشم بستم. آره منتظر. من فکر کنم ولی امسال میفته این اتفاقه، شاید دیگه نمیشه اینطور دقیق پیش بینی کرد، ولی به هر صورت من معتقدم که میدونید مثل یه تخم مرغ شانسی میمونه. به هر صورت تو یکی از اون آهنگا، تو یکی از ترک ها اون اتفاق هست. معتقدی قطعا این اتفاق میفته؟ حالا یعنی که سر کدوم آهنگ؟ آره، یا سر چه جریانی. میدونید مردم ایران قابل پیش بینی نیستن و فکر کنم مردم اکثر جاهای دنیا همینطورین، ولی من خیلی روند و سعودی میبینم. تو یه آبری که میری از کنار من به زودی، هی تو بدون من، هی من بدون تو، تو بدون من، هی من بدون تو، سوالی که خیلی برای من مهمه اینه که چرا آهنگسازی و تنظیم غالبا خودتون، یعنی همیشه خودتون؟ همیشه خودم بودم. بله. چرا مثلا سلیقه جدیدی رو وارد نمی‌کنید؟ خب من تو ترانه این کارو کردم، سلیقه جدید رو وارد کردم، تو ملودی هم گهگاهی پیش اومده از ملودی دیگران استفاده کنم، ولی تنظیم رو واقعا سلیقه‌م حقیقتش رو بگم نمیپسنده تنظیمای دوستان همکار رو. یعنی من احساس می‌کنم که اون اتفاقایی که میخوام برای ملودیم بیفته، اون اتفاقا رو خودم بهتر میدونم تو تنظیم کجا پیش بیارم. مثلا سیروان بزنه براتون؟ نه، من سیروان رو تنظیمش رو اتفاقا برعکس این که حالا خیلی ها معتقدن نزدیکه، من خیلی دور میبینم از تنظیم خودم، به خاطر اینکه خب ایشون توجهش روی المانای دیگه ایه و من توجهم رو داستانه. شما به چی نگاه میکنیم؟ من برام هارمونی خیلی مهمه،
ریتمایی که میسازم تابعی از اون فضای هارمونیکیه که ایجاد کردم و هیچ وقت تکم رو ریتم نیست. جنس میکس هامون به شدت فرق داره. برسات سلیقه من یه داستان دیگه، یعنی یه سمت دیگه عوضم نمیشه. چرا؟ ببینیم مثلا فرض کن من آهنگ ایدل رو که اخیرا منتشر کردم یه جور دیگه میکس میکنم، یه جور دیگه تنظیم میکنم تا مرغ سحر. بسته به ملودیه مرغ سحر اتفاق جالبی بود. آره جالب بود. بعد یه جوری هم ریسک بود دیگه، چون خیلی با این مرغ سحر خاطره دارن عجیب غریب. بعد شما اومدین یکم امروزیش کردین و ارائهش دارین. ایدهش از کجا اومد؟ اصلا چی شد به این فکر افتادین؟ من راستش دیدم یه در واقع یه خواننده اونور آبی که همه ما هم میشناسیم آهنگ مرغ سحر رو بازخونی کرده، منتها به شکل همون قدیمی با یه تنظیم مدرن. بعد رفتم کامنت ها رو خوندم توی یوتیوب، دیدم تقریبا اکثرا دارن بد و بیراه میگن. و آره بعد متوجه شدم حساسیت رو این کار بالاست، صرفا به خاطر اینکه تنظیم این کار یکم مدرن شده بود. ایشون با وجود سابقه بسیار طولانی مورد حمله قرار گرفته بود. من حس کردم بستر مناسبیه برای یه ریسک که شما حالا بیای اصلا کلن ملودیش هم عوض کنی. حالا ببین خب برسات میدونی این خودش هم یه چیزیه، یه ریسک داره. ولی جالب اینجاست که اصلا این اتفاق نیفتاد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت که چقدر جالب این کار مثلا اصیل ایرانی یا سنتی میتونه توی قالب یه کار مدرن ارائه بشه. یعنی راضی بودین ازش؟ خیلی، چون دیده شد. شما فوش خوردن خیلی میترسیم نه؟ من نه اتفاقا. بچه حاشیه ندارین اصلا؟ من چرا یه حاشیه اتفاقا ایجاد کردن برام سر قصه موزیک سنتی، حالا اگه خاطرتون باشه. من نه بگیم بدونم چی بود. من یه جایی نوشته بودم در رابطه با موزیک سنتی که حالا یه مثالی زده بودم، البته قصدم اصلا توهین به موسیقی سنتی نبود، چون اصلا موزیک به اعتقاد من یه چیز مدرنه، اصلا یه چیز انسانی فرهنگی انسانی. آره چیزی نیست که کسی بخواد بهش توهین کنه. منتها مطلبی نوشته بودم توی یکی از همین صفحات اجتماعی، یه شخص حالا ناقلایی در واقع این کار رو برداشته بود، این تیتر رو به طور جعلی به نام من زده بود که سعید مدرس گفته موسیقی سنتی این الاغ سواری است. شما تصور کنید این اصلا جمله بی سر و تهیه. و خب این هم همینطور دست به دست بخش میشود و طبیعتا اون طرفدارای این قصه خیلی منو مورد عنایت قرار دادن. حالا گفته بودیم واقعا من نه اصلا تو متنتون هست که من اولاق شما چرا استفاده کرده بودم، ولی نه برای موسیقی سنتی. من میگفتم کسانی که اعتقاد به نه اصلا فکر کنم از اولاق هم استفاده نکرده بودم، گفته بودم کسانی که فرض کنید تعصب دارن روی اینکه تکنولوژی رو نباید دخالت داد توی در واقع موسیقی، حالا این تکنولوژی میتونه تو بخش ریکورد باشه، تو بخش تنظیم باشه، تو بخش صدا برداری باشه، کما اینکه داره استفاده میشه. گفتم کسانی که این اعتقاد ندارن اینها مثل اینه که بگن ما به سیستم حمل و نقل مدرن اعتقادی نداریم. اونم حالا مثالش هم اونو. مثالش حالا این شخص نمیشه، من اینو گفتم در حالی که اصلا چه حرفی داره. ولی کلا آدم کم حال، اینو که گفتین من نشنیدم، ولی کلا آدم کم حاشیه بی سر صدایی هستیم که ترجیح میدین کار خودتون رو بکنین برین، یعنی زیاد مثلا دعوایی بخواین بکنین. نه من واقعا آره من واقعا اینطوری ام و انصافا هم نمیدونم چرا اینقدر مورد ذره‌بین یه سری از دوستان ناظر هستم به مسائل فرهنگی. یعنی من نمیدونم مثلا در من چی دیدن که اینقدر با سختگیری نسبت به من. چی کار میکنم؟ به هر صورت میدونید حس میکنم همین جریان رادیو جوان که اخیراً یه عده
ممنون کار شدن. خب این برای همه بود، ولی من اسم میکنم در رابطه با من انگار هر جا صحبت از یه ممنوعیتی میشه اسم من اون صدر جدول قرار میگیره، و این واقعا با توجه به اینکه من اصلا آدم حاشیه داری نیستم. آره واقعا نمیدونم چرا اینطوری هست، شاید به خاطر اون گذشته است. من قبلا هنو فراموش نکردم. شاید آره. و شما اصلا با رو رجبون کار کرده بودین؟ به هر صورت موزیکامو پخش می‌کردم. حالا شما به ما معنی که اهالی موسیقی بگین که جایگزین رادیو جوان چی میتونه باشه؟ یعنی حالا بگیم ما با رادیو جوان کار نکن، موزیک کجا پخشه؟ یعنی فکری کردیم به حال این قضیه؟ اخیرا دیدم همچنان البته بعضیا کارو مثلا که میدن، ولی کن من فکر میکنم سایت هایی مثل موزیک ما و میتونه اون برشو داره. یعنی این اتفاق خب اینو باید دید بعد در مثلا شما همین کار موقع سرت از موزیک ما پخش شد دیگه. بله راضی بودین بعد هم بوداره دیده شد. و موزیک چی ببخشید، موزیک ویدیو چی؟ انیمیشن؟ نه دیگه من در اون زمینه. چرا آقا به اون خوبی کار میکردین، چه بیخیال شدین؟ برای اینکه بسترش نیست میدونید، من فقط به خاطر اینکه یه چند تا انیمیشن درست کردم یکم تو این زمینه خلاقیت به خرج دادم، بدبختی های زیادی کشیدم میدونید، 3 سال ممنوعیت، دور از کشور، خلاصه تا وقتی بستر مناسب نیست و این کار یه جورایی برخورده سختگیرانه ای به این شکل باهاش میشه نمیشه. خب مثلا تو اینترنت پخش کنه نمیارزه، زحمتش نمیارزه. نه شما فکر کن یه کاری مثلا 3 ماه روش وقت بذارید بعد بذارید روی سایتی حالا 200,000 تا نهایت بازدید داشته باشه، این جایگاه ویدیویی نیست. بلبل پربسته ز کنج قفس درا، نغمه آزادی نوع بشر سرا، از نفسی عرصه این خاک توده را پرشرر کن، پرشرر کن. هنوز هم کار میکنین آقای مدرس فضای ساخت و اینا؟ یعنی کسی بخواد ویدیو بسازه برش میسازین؟ چون الان مثلا میدین که برادرم بوشهری دارن خوب کار میکنن، خوب آدم پول نمیدن، شما هم که کم از اونها ندارین ماشاءالله. نه راستش من دیگه دنبال درد سرش نیستم، میدونی اون روزهای پر استراب و پر استرس دیگه گذشته و آقا فکر کنم داری نزدیک به 40 میشین خیلی محتاط تر شید. ببین من راستش بگم موسیقی یه بخشش برای دلمه، یعنی برای چیزی که روح هم ارضا میکنه. تو بخش پول در آوردن من شاید یه بقالی بزنم، جدی میگم، بیشتر مناسب روحی هم باشه تا اینکه بخوام با استرس یه کار هنری کنم که مثلا حالا آیا پس فردا باید جای جواب پس بدم یا نه. خب اگر فعلا تشخیصشون اینه که این جریان باید اینطور سختگیرانه باهاش برخورد بشه که تصور کنید شما یه کاری رو شعر و آهنگ و تنظیم و ویدیو رو همه رو مجوز میگیرید، حالا یه شبکه بیگانه پخشش کرد، این باعث بشه که شما رو بالاخره برید جواب بدید، ممنوع کار بشید، فلان. خب واقعا به استرسش نمیارزه. من که تو موقعیتی نیستم بتونم قوانین رو تغییر بدم، پس مجبورم تابع باشم دیگه تا وقتی تو این کشورم. و ترجیح میدین که بله همین، من همیشه به شوخی میگفتم یه روزی بعد آبی به فروشی بزنم، حالا فکر کنم که بقالی هم اضافه شد. آره پول کجا دارم میرین الان؟ من تنظیم میکنم، آهنگ میسازم برای دوستان همکار. ده از اون طریق؟ بله. یعنی بیزینس دیگه ای نداری؟ نه یه گنجش کروزی هستیم. نفهمم بابا. کنسرت چه خبر آقا؟ خیلی کنسرت هم من انشالله اگه دوستان همکاری کنن اول و دوم خرداد انشالله اجرا دارم. باری که الان دو شب منتها توی سالن کوچیک میخوایم. کجا؟ آزادی؟ احتمالاً آزادی، یه فضای خودمونی تری بشه. خوبم هست اونجا کنسرت. کنسرت داره نتیجه میده، یعنی جواب داده. من تو رو اشتباهی گرفتم با کسی که همه زندگیمه، با کسی که مثل یه نوازش توی آرامش من سهیمه. عجیبه برام، یعنی حس میکنم دیگه دغدغه براتون نیست موزیک؟
چرا من شدیداً شبانه روزم موسیقیه، یعنی من دائما دارم موسیقی میسازم، حالا برای یا برای خودم یا برای دیگران تنظیم میکنم، خیلی راجبش میخونم، خیلی مقاله میخونم، خیلی ولی چند میدونید. ببین شما وقتی یه دوره بیای توی سن پایین، آرزوت این باشه که دیده بشی، مطرح بشی، بیای آهنگ برای خودت بسازی، تنظیم کنی با شیوهی به نام روتوسکوپی که اون موقع کار نشده بود هنوز، ویدیو بسازی، نتیجه کارت این بشه که با استراب و با استرس و اینها باید برخورد شه، بعد نهایتاً ممنوع الکار شی، 3 سال مجبور شی سکوت کنی. وقتی این جایزه شما باشه، در واقع جایزه خلاقیت شما این باشه، حالا شما خودت رو بذار جای من، آیا این تجربه رو دوباره در آستانه 40 سالگی تکرار میکنی؟ نه دیگه قطعا تو این سن سال سرخورده شدین شما. من نسبت به آره من ناامیدم نسبت به فضای در واقع رسمی موسیقی تو ایران، ولی که خب به هر شکل شما وقتی مثلا یه استعدادی داری یا یه توانایی داری تولیدش میکنی. ناامید یعنی چی؟ ناامید از این جهت که من معتقد نیستم حالا مثلا فضایی ایجاد شه که دوستان مسئول متوجه این موضوع بشن. که من یادم میاد من خب خیلی اینترنت و مقاله ها رو اینا رو پیگیری میکنم، یادم میاد یکی از همین دوستان که خب آدم بسیار متعهدی هم بوده و اینها، یه سخنرانی داشت میگفتش که ما تو بخش جبهه فرهنگی در واقع ضعیف عمل کردیم و نسبت به تهاجم فرهنگی بیدفاع هستیم. خب اگه ما واقعا اینو بپذیریم که ما تو بخش تهاجم فرهنگی بیدفاعیم، سربازان حوزه فرهنگ کیا هستن؟ قطعا هنرمندا هستن. و وقتی هنرمندا به خاطر کار خلاقشون نه تنها ازشون حمایت نمیشه، بلکه اینطور به حاشیه رونده میشن، شما انتظار دارید که مثلا تو بخش فرهنگی بی دفاع نشید و مثلا جوون ما فرض کن خواننده عمری رو تعقیب نکنه؟ چرا آخه الان هم اینجوری نیستا، یعنی الان موزیک لس آنجلس نظرت مثل قدیم تعقیب و فالو میشه؟ یعنی نه، موزیک لس آنجلس منظورم نیست، من منظورم موزیک آره موزیک عمر دنیاست. آره اصلا سبک زندگی اونا. ببین شما اگه مثلا فرض کن میخوای سبک وطنی رو، سبک ایرانی رو، سبک اسلامی رو، اصلا زندگی به سبک اسلامی یا ایرانی رو، به هر چیزی که مد نظرتونه میخواید به جامعه در واقع یه جورایی، حالا نمیگم آموزش بدی، ولی در جامعه اونو پخش کنی، چاره ای نداری جز این که بخوای این در قالب هنر و زبون هنر تو جامعه گسترش پیدا کنه. درسته؟ کما اینکه مگه الان هالیوود داره چیکار میکنه؟ مگه مثلا فرهنگ سبک زندگی آمریکایی توسط هالیوود اصلا هالیووده، از طریق تولیدات هنریه. خب وقت شما این تولید کننده های هنری رو داخل ایران نادیده بگیری یا سبک بشماری، خب نتیجه‌ش هم این چیزیه که امروز داریم می‌بینیم. من نمی‌دونم آیا فکر می‌کنید موفق بودیم تو مقابله با تهاجم فرهنگی؟ من همونم که توی این مدت همه دنیا رو از خودم روندم، واسه تو واسه عشق تو امشب چشمای آسمونو گریوندم. من همونم که توی این مدت همه دنیا رو از خودم روندم. من رو در واقع رفتم خواستن حراست، گفتن که شما ویدیویی تولید کردی در 1 سال پیش PMC فرستادید و اینا، در حالی که من بهشون گفتم من اگر میخواستم این کارو کنم که ویدیوی من کراپ شده، یعنی آدرس اینستاگرام و اینهای من کراپ شده، معناش اینه که من این کار رو خودم ارسال نکردم، اگه این کار رو میکردم قطعا یه ورژن درستی از کار رو میدادم. ضمن اینکه یه کاری که فرض کنید 1 سال پیش 2 هفته پخش بشه
معنیاش اینه که من خودم زنگ زدم و مخالفت کردم و خواستم که به دلایل حالا قوانین داخلی ایران پخشش متوقف شه. اگه میخواستم این کار رو نکنم تو الان پخشش ادامه پیدا میکرد دیگه. خب شما فکر کن وقتی برخورد اینه که شما در واقع غیر چی میگن، مثلا انگار یه نیروی غیر خودی هستی که اعتمادی روت نیست و دائما در حال عهد شکنی هستی، نتیجهش این میشه که آدم سرخورده میشه نهایتا. خب خیلی من خیلی ایده ها دارم، خیلی کارهای من، فکر کنم همین ویدیوی من بیدلیل خوشحالم جزو معدود ویدیوهای سه‌بعدی انیمیشن سه‌بعدی بود. یا فرض کنید اون کار دنیای وارونه، خب یه انیمیشن روتوسکوپی بود، کاری کردم که به هر شکل جامعه پسندیده. حالا اینکه وقتی شما یک حرکتی میکنید که جامعه نسبت بهش روی خوش نشون میده، همین انتظار رو از مسئولین دارید که اونا روی خوش نشون بدن، و وقتی اونا این کار رو نمی کنن، حسی که بهتون دست میده اینه که انگار متفاوت از مردم عمل میکنن. میدونید برشت حالا میگم از بیتارو شما 40 سالته و دیگه الان دیگه موقع تریکی دیگه. خب میگم من این خیال شدیم کلا. من ببین من چیز نیستم، من در انتظار، یعنی من با امید به روزی که دوباره مثلا فرض کنید اون اتفاقای دنیای بارونه بیفته زندگی نمی کنم، به خاطر اینکه تو زندگی به هر صورت شهرت هم یه بخشی بود که تجربه کردم، روزایی بود که قشنگ بود، خوبی های خودش رو داشت، بدی های خودش رو داشت، ولی همه زندگی که نیست. خوشبختانه من زندگی تکبودی ندارم، من برای دلم کار میسازم. حالا اگه اون اتفاق افتاد که افتاده، اگر هم نیفتاد که خب برصورت میدونی نکته مثبتش اینجاست که یه سری طرفدارای خیلی متعصب که تعدادشون هم زیاد نیست، ولی کسانی هم که هنوز فراموش هم نکردن، هنوز با هم همراه هن، اینا هستن و از اینا انرژی رو همچنان میگیرن. آره، ولی خب اینکه حالا دوباره به اون روزها برگرده. باید تو سعید مدرسی که یه روزی لقبت نابغه هنوز هم هست، نابغه موسیقی ایران دیگه، درسته؟ شما محبت دارید؟ نه خب بوده دیگه آقا، من که محبت دارم که میگفتم بهت، یه وقتا میگفتم. آره. حالا به هر شکل با این نابغه به قول شما البته که لطف دارید برخورد مهربانانه ای نشد متاسفانه، ولی حالا امیدواریم یه روزی انشالله به زودی رفتارها عوض شه. آره. خیلی مخلصم، ببخشید ازتونم کردیم، فکر کنم گفتگو متفاوت خوبی شد. اگه حرف مونده دقیقا این دوربین شما این و مردم. نه من از شما تشکر میکنم، از مردمم که وقت گذاشتن و صحبت های من شنیدن ممنونم. خیلی مخلصم، قربون شما برم، محبت کردم. نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم، نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم، نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم، نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم.